ابو عبدالله مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب پسر عموی امام حسین و برادرزاده امیر المؤمنین و سفیر حضرت سید الشهدا در کوفه در هنگام قیام عاشورا در میان جوانان برومند بنی هاشم یکی از چهره های تابناک و شخصیت های بارز به شمار می رفت. در ادامه به گزارش همکارم که به مناسبت نهم ذی‌الحجه سال روز شهادت حضرت مسلم ابن عقیل تهیه نموده توجه فرمایید. هنگام خروج امام حسین از مدینه به سوی مکه، مسلم ابن عقیل یکی از همراهان آن حضرت بود. پس از اینکه نامه‌های کوفیان به امام حسین علیه السلام رسید، آن حضرت مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستادند تا اوضاع و شرایط آن شهر را بررسی کند و درباره درستی ادعای کوفیان مبنی بر کثرت پیروان امام اطمینان یابد و به امام گزارش کند. مسلم ابن عقیل در 5 شوال به کوفه رسید. شیعیان به محل اقامت مسلم رفت و آمد می کردند و مسلم نامه امام حسین علیه السلام را برای آنها می خواند. در کوفه 12,000 نفر با مسلم ابن عقیل به نمایندگی از امام حسین بیعت کردند و برای همراهی امام اعلام آمادگی کردند. برخی تعداد بیعت کنندگان را 18,000 نفر و برخی بیش از 30,000 نفر نیز نوشتند. مسلم ابن عقیل در 11 ذی‌القعده نامه‌ای به امام حسین نوشت و تعداد زیاد بیعت کنندگان را تایید کرد و امام را به کوفه دعوت کرد. با آمدن عبیدالله ابن زیاد به کوفه و پخش خبر تهدیدها و اقدامات او، فضای کوفه ناامن شده بود و مسلم ابن عقیل برای حفظ امنیت خود به خانه هانی ابن عروه از بزرگان کوفه رفت و از آن پس شیعیان برای دیدار با مسلم به خانه هانی می‌رفتند. روایات تاریخی از ترس مردم در پی تبلیغات همراهان عبیدالله ابن زیاد و سرعت پراکنده شدن آنان از اطراف مسلم حکایت دارند، تا جایی که شب هنگام مسلم تنها ماند و آن هنگام که نماز خود را به پایان رساند و نگاهی به پشت سر انداخت هیچ کس را ندید. او آنچنان بیار و یاور شد که جایی برای خفتن نداشت. مسلم پس از تنهایی و بی سرپناهی به زنی به نام توعه پناه برد و در خانه او مخفی شد. اما پسر توعه صبح روز بعد خبر را به عوامل حکومت رساند و ابن زیاد گروهی 70 نفره را به محمد ابن اشعث داد که مسلم را دستگیر و به قصر بیاورند. مسلم ابن عقیل را به بالای دارالعماره بردند و در حالی که ذکر و تکبیر می گفت و بر خاندان پیامبر درود می فرستاد، سر از بدنش جدا کردند و پیکرش را به زیر افکندند. شهادت او در روز عرفه نهم ذی‌الحجه سال 60 هجری بود. زمانی خبر شهادت مسلم ابن عقیل به سید الشهدا علیه السلام رسید که آن حضرت از مکه بیرون آمده و در راه کوفه بودند.